به نام خدا زهرا تندپور هستم با آموزش مقدماتی بلاکچین عمل کرد و کاربردهای های اون در خدمتون هستم. ابتدا مقدمه در مورد لزوم آشنایی با بلاکچین. چه اهمیتی داره این که با بلاکچین آشنا بشیم؟ یه آمار عجیب اینکه حدود 84 درصد از برترین شرکت های جهان از بلاکچین استفاده میکنن. اگر از اونا بپرسیم آیا بلاک چین و کسب و کار شما تاثیر گذار خواهد بود میگن که بلاکچین چین تبدیل به یک مین استریم میشه مین استریم یعنی چی به زبون ساده پنج سال ده سال 15 سال پیش اگه به یه فروشنده یه شرکتی میگفتی شما سایت ارتباط و مشتریان داری درگاه پرداخت داری که محصول تو آنلاین بفروشی پیج اینستا داری که توش تبلیغ کنی محتوا ایجاد کنی میدونی چقدر مخاطب محورند میتونی باهاشون کار کنی باهاشون درست کار میکنی حرفمون شوخی میگرفتن با تعجب میگفتم درگاه پرداخت لازم نیست مردم میان باهاشون سرویس میدیم اما الان آیا کسب و کاری می رو میشناسید که این امکانات نداشته باشه سایت نداشته باشه تبلیغ نکنه درگاه پرداخت نداشته باشه مسروش از طریق درگاه پرداخت نفروشه شبکه اجتماعی نداشته باشه که توش محتوا ایجاد کنه اون 84 درصد شرکت برتر میگن که همین اتفاق برای بلاکچین میفته تو آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که همه کسب و کارها از بلاکچین استفاده میکنن یه چیز خیلی جالب و قشنگ جورج گیلدر یادم آدمی که تو سال 1996 یه کتابی نوشت به نام The لایف After TV توی اون کتاب پیشبینی کرد برای سال 2006 تا 2010 بعد ده سال پونزده سال بعدش پیش بینی کرد گفت ده پونزده سال بعد مردم قرار نیست جلوی تلویزیون بشینن و اخبار ببینن همینجا که تو خیابون راه میرن و گوشی موبایل دستشونه اخبار جدید براشون میاد دیدیم همین اتفاق افتاد همین آدم تو سال 2018 یه کتابی نوشت به اسم The Life After Google حرفای کل این کتاب میتونیم اینجوری خلاصه کنیم گیلدر میگه اقتصاد به نقطه رسیده که نهادهای تولید کننده اون در حال ایجاد و تولید زیادی هستن. تو بهترین حالت خودشون گوگل داره تو بهترین حالت تولید میکنه اپل و سامسون گوشی تولید میکنن تو حالا هر چند سال یه بارم یکیشون یه یک کار بهتر انجام میدن اما الان به نقطه رسیدیم که دیگه قرار نیست بیشتر از این تولید کنیم یا بیشتر از این رو تولید متمرکز بشیم یا در مورد تولید فکر کنیم باید رو این متمرکز بشیم که مردم از آنچه که تولید می شود چقدر سهم خواهند برد. این یعنی چی؟ الان شما تو گوگل سرچ می کنید. گوگل چیکار می کنه؟ با اطلاعاتی که از سرچ کردن تو به دست میاره میفهمه که تو به چه چی چیزی علاقه داری به چه چی چیزی نیاز داری این اطلاعات رو به یه تبلیغ کننده میفروشه به اون میگه که اگر تو این سایت این تبلیغ رو بکنی فلان کس اونو میخره اگه تو از گوگل بخوای سهم تو از این سودی که برده از سودی که از چی برده از سرچ کردن تو برده سهم تو بده سهمی به تو نمیده گیلدر میگه که یه چیزی میاد به نام بلاک چین که توی اون مردم بابت کاری که انجام میدن از اون پلتفرم سود دریافت میکنن پس میگه توی گوگل اگر اینجوری نباشی اگر به مردم بابت کاری که انجام میدن سود ندی از بین میریم The Life After Google خیلی کتاب قشنگیه دنیای دیجیتال همه ما داریم تو دنیای دیجیتال زندگی میکنیم دنیایی که با اختراع ترانزیستورهای دیجیتال شروع با اینترنت به اوج رسید تو دنیای دیجیتال خیلی راحت میتونیم اطلاعات رو ویرایش کنیم کپی کنیم تبادل اطلاعات کنیم میتونیم خیلی راحت گزارش ویدیویی بگیریم لایو بگیریم این رویه مثبت دنیای دیجیتاله تو این دنیا با مشکلاتی هم مواجهیم دیگه همونطور که داریم اطلاعات رو به راحتی کپی و ویرایش میکنیم همین اطلاعات به راحتی جعلم میشن کپی غیرمجاز مجاز میشن پس سوالی که به وجود میاد اینکه آیا میتونیم از دارایی های دیجیتالمون محافظت کنیم این مشکلی بود که سالها وجود داشت و در نهایت بلاک چین تونست این مشکل رو حل کنه بلاک چین که تکنولوژی پایه بیت کوینه به شما این امکانو میده که دو دنیای دیجیتال بدون واسطه بدون واسطه بودنش خیلی مهمه بدون واسطه بتونید با بقیه مبادله ارزش داشته باشید بلاک چین به شما این امکان رو میده که تو دنیای دیجیتال اعتماد کنید این امکان رو فراهم میکنه که از صحت اطلاعاتتون اطمینان حاصل کنید اینا امکاناتیه که بلاک چین در اختیار شما میذاره و این باعث شده که توجه بسیاری از صنایع رو به خودش جلب کرده حالا یکی میگه که خب من الان هم تو اینترنت دارم همین رو میکنم با بانکداری الکترونیکی میتونم مبادله ارزش کنم پس اینکه بلاک چین به من این امکانو میده که مبادله ارزش کنم بدون بلاک هم دارم این رو انجام میدم دیگه حالا میخوام توضیح بدم که روش که بلاک چین تو مبادله ارزش داره چه تفاوتی با روش موجود تو مبادله ارزش داره بلاکچین چین در واقع میاد واسطه ها رو حذف میکنه یک دنیای غیر متمرکز می سازه و این امکان رو میده که بدون واسطه شما مبادله کنید بدون واسطه اعتماد کنید بدون واسطه از صحت اطلاعاتتون اطمینان حاصل کنید حالا دنیای غیر متمرکز یعنی چه؟ و الان اینجا یه عکسی آوردیم سمت چپ عکس شبکه متمرکزه تو این شبکه متمرکز تمام این نقاطی که میبینید میتونه کامپیوترها و آدم ها باشن. اینا با هم در ارتباطن ولی این ارتباط از طریق یه واسطه انجام میشه. یعنی هر کامپیوتری هر آدمی بخواد با دیگری ارتباط بگیره باید از طریق این واسطه باشه. میخوای فایل رد و بدل کنه، مبادله ارزش کنه. بعد از این نقطه مرکزیه باشه از طریق این واسطه باشه اما نگاه کنید سمت راست عکسی که شبکه غیر متمرکزه تو شبکه غیر متمرکز اون نقطه مرکزی دیگه وجود نداره عملا نقطه مرکزی حذف شده و قدرت بین همه اعضای شبکه پخش شده. در واقع همه اعضای شبکه خود مختاری دارن و میتونن تو کنترل شبکه، تو تصمیم گیری های شبکه دخالت داشته باشن. این عمل کردی شبکه متمرکز و غیر متمرکز اما فایده های غیر متمرکز چیه که بلاک چین داره یه دنیای غیر متمرکز بسازه اون واسطه رو حذف کنه مزایای غیر متمرکز بودن چیه عدم نیاز به شخص سالس لازم نیست یه شخص سالسی وجود داشته باشه که من بهش اعتماد کنم همه ما از طریق این واسطه انجام بدم لازم نیست شفافیت داره غیر متمرکز بودن چرا چون اطلاعات دیگه از طریق واسطه لازم نیست من اطلاعات بیام صحتش رو بررسی کنم ببینم اطلاعات اطلاعات بدون هیچ واسطه ای دیده میشه صحتش بررسی میشه در صورت نبود تعدادی از کاربران بازم شبکه فعالیت خودش ادامه میده یعنی چی؟ یعنی کاربران برن بیان آنلاین باشن آفلاین باشن ولی سیستم همینطور فعالیت خودش ادامه میده مقاومت در برابر خرابی این یعنی چی؟ توی متمرکز اطلاعات توی یه نقطه متمرکز میشه توی دیتا سنتر حالا خیلی اگه حساس باشه توی چند تا دیتا سنتر اطلاعات نگهداری میشه ولی اگه روز این دیتا سنتر خراب بشن شبکه کلا خراب میشه و دیگه قابل استفاده نیستش اما تو غیر متمرکز اینجوری نیست اطلاعات توی یک دیتا سنتر یا چند تا دیتا سنتر نگهداری نمیشه همه این اطلاعات هم تو که گفتیم یه کپی تو دست تک تک کاربران شبکه هستش پس مقاومت در برابر خرابی جز مزایای غیر متمرکز بودن افزایش سرعت خب به دلیل حذف واسطه اینکه به طور مستقیم میتونی اون تبادل پیام و اطلاعات داشته باشی خب این باعث افزایش سرعت میشه و انجام معاملات تو تبادل اطلاعات و تبادل فایلت تغییر ناپذیری اطلاعات تو بلاکچین قابل جعل شدن و دستکاری نیست به کمک یک عمل هشینگ میایم اطلاعات رو رمزگذاری میکنیم این قابلیت تو چین وجود داره و باعث میشه که اطلاعات دیگه قابل دستکاری نباشه دیگه تغییر پذیر نباشه نامحدود بودن تعداد و جغرافی های کاربران تعداد زیادی از هر جای دنیا میتونن کاربر شبکه باشن این باعث میشه که قدرت یه جا جمع نشه متمرکز نشه یه جا و این خب همون مقاومت در برابر خرابی هم باز نتیجه از این میشه همه این مزایا در واقع در اصل معایب دفتر کل متمرکزی هستش که الان هست اینکه نیاز به شخص سالس داره بله نیاز به یکی داره که من بهش اعتماد کنم همه اطلاعات تو دست اونه من میخوام صحت اطلاعاتمو از طریق اون بفهمم تا بعد به اون اعتماد کنم عدم شفافیت همه اتفاقاتی که میفته همه تراکنش ها اینجوری نیستش که دست تک تک این کار برامش خبر نداره این خبر نداره از اون یکی بین این دوتا چه تراکنش های اتفاق افتاده نه عدم شفافیته فقط این دفتر کل متمرکز اینجا خبر داره که همه این تراکنش هایی که بین همه کاربران اتفاق میفته چیه از عدم شفافیت تو دفتر کل متمرکز هست الان وقتگیر و پرهزینه بودم به خاطر اینکه خب از طریق واسطه باید همه کارامون انجام بشه تغییر پذیری بالاه بله ما بدون اینکه اصلا متوجه بشیم از ما اجازه گرفته بشه ممکنه که تو اطلاعات ما دستگاری بشه بله تعداد محدود کاربران بله مثلا بانک یه دفتر کل متمرکز هستش میگه بانک یه کشوری فقط میتونه کاربران مثلا کشور خودشون داشته باشه حمله پذیریش بالای حساسه در مقابل خرابی گفتیم اینا دلیلش چیه به خاطر اینکه همه اطلاعات یه جا متمرکز شده بلاک چین به زبون ساده میتونیم بگیم یه فناوری دفتر کل مشترکه همه اطلاعات توی دفتر کلی داره ثبت میشه که یه نسخه از این دفتر کل دست همه هست یعنی همه مجوز دیدن سیستم ثبت رو دارن تو شبکه این سیستم متمرکز رو از لحاظ کسب و کار بررسی کنیم شما توی شبکه اجتماعی به عنوان مشتری از خدمات رایگان استفاده میکنید در این شبکه شما در واقع به اشتباه فکر میکنید که مشتری هستید که دارید از خدمات رایگان استفاده میکنید در واقع شما توی این شبکه مشتری نیستید شما محصول هستید و مشتری واقعی کس دیگه ای هستش در واقع این شبکه از اطلاعاتی که بین شما رد و بدل میشه استفاده میکنه و اطلاعات رو در اختیار یه مشتری دیگه میذاره و از اون طریق میاد کسب درآمد میکنه پس تو همه سیستم های متمرکز خطر افشای اطلاعات وجود داره به خاطر وجود اون واسطه اما تو سیستم بلاکچین شما به طور مستقیم با بقیه اعضای شبکه در ارتباطید برای رد و بدل کردن اطلاعات به طور مستقیم باشون در ارتباط هستی لازم نیستش که یه واسطه اون وسط باشه و شما از اون طریق بیاید اطلاعاتتون رو رد و بدل کنید اما تکنولوژی بلاک چین میخوایم توضیح بدیم که چجوری میاد این واسطه رو حذف میکنه بدون واسطه اعتماد ایجاد میکنه یه چیزی تو بلاک چین میشنوید به اسم دفتر کل توضیح شده و اینکه دفتر کل توضیح شده رو بگم براتون ابتدا لازمه که دفتر کل رو بدونیم چیه و همون میدونیم همون دفتر کل یا لجر شنیدیم ستا ستون داره شرح کالا بستانکاری بدهکاری تو دفتر کل به ازای هر سطری که تو دفتر یک کاربری یک بدهکاری وجود داشته باشه تو دفتر یک کاربر دیگه ای سطری وجود داره که او بستانکار شده مثلا اگه دفتر شخص آی یه بدهکاری 16 هزار تومنی به ازای کتاب وجود داشته باشه حتما یه شخص بی هستش دو دفترش یه بستانکاری 16000 هزار تومنی به ازای کتاب براش وجود داره اینو از قدیم وجود داشته دیگه همه همینجور یه دفتری واسه خودشون جداگونه داشتن حساب کتاب های خودشون رو می نوشتن. این دفتری که هرکس برای خودش داره اما مهندسین کامپیوتر چیکار کردن؟ مهندسین کامپیوتر اومدن این دفتر کل از حالت کاغذی خارج کردن به کمک حالا نرم مثل اکسل دفتر کل دیجیتال درست کردن ماهیتش همون دفتر کل هستا فقط شکلش دیجیتال شده حالا اگه تو این دفتر کل متمرکز یه اختلافی به وجود بیاد مثلا چی مثلا من به دوستم میگم که من مبلغ 20000 تومان برای شما کارت به کارت کردم اما اون میگه که من هیچ مبلغی از شما دریافت نکردم اینجا یه اختلافی پیش اومد این اختلاف چجوری حلش میکنن؟ خب میریم سراغ بانک دیگه مرجع حل اختلافات توی دفتر کل متمرکز اونجا یه پرینت حسابی میگیریم ثابت میشه که ما پرداخت کردیم بهش پس یه مرجع حل اختلافاتی توی دفتر کل متمرکز وجود داره تو دفتر کل متمرکز هر کاربری برای خودش یه دفتری داره که خب قابل اعتماد و ارجا نیست ولی دفتر کلی که در دست بانک هستش قابل اعتماد و ارجاعه پس در سیستم های متمرکز بانک مرجع حل اختلافاته دفتر کل متمرکز حالا یه کوچولو تمام میدونیم که بخواد یه انتقال پولی انجام بشه یه همچین مراحلی اتفاق میافته دیگه مثلا از حساب شما میخواد به حساب یکی دیگه یه انتقال پولی انتقال وجهی انجام بشه اول موجودی حساب شما چک میشه بعد میاد اون مبلغ مورد نظر از حسابتون کسر میشه انتقال داده میشه به حساب مقصد و دفتر کل به روز رسانی میشه معایبی که تو دفتر کل سنتی و متمرکزی که الان وجود داره خب اولین عیبش امنیتشه امکان حمله و سرقت اطلاعات وجود داره از بین اطلاعات گفتیم همه اطلاعات توی دیتا سنتر هستن تو چند دیتا سنتر هستن ممکنه این نقصی پیدا کنه آتیش سوزی اتفاق بیفته همه این اتفاقات ممکنه بیفته امکان قرار گرفتن اطلاعات تو دست یکی دیگه بیان بفروشن اطلاعات ما رو بدون اینکه ما اصلا مطلع بشیم بدون اینکه از ما اجازه گرفته بشه پس امنیت این دفتر کل متمرکز مشکلی هستش که واسه دفتر کل متمرکز وجود داره هزینه پرداخت هزینه به شخصی که واسطه هستش شخص سالس مثل بانک به عنوان کارمزد ما می عدم شفافیت امکان کلاهبرداری و انجام تراکنش های غیرقانونی هستش دستکاری کنن تو اطلاعات ما بدون که ما متوجه بشیم بدون که اجازه از ما بگیرن چون نداریم دیگه همه اطلاعات همه اون دفتر کله فقط دست بانک هستش هرکس یه دفتر دست خودش هستش که قابل اعتماد و قابل ارجابش نیست سرعت سرعت پایین میاد به خاطر اینکه شخص سالس وجود داره دیگه کاهش سرعت انجام معاملات، انجام تراکنش و دلیل وجود شخص سالس. اما تو دفتر کل توضیح شده اینجوری نیستش که هر کسی فقط تراکنش های خودش تو دست خودش باشه. یه دفتر مشترکی وجود داره ببینید همه عین هم. یه دفتر مشترکه همه عین هم یه کپی از اون دفتره دارن که همه تراکنش توشه. همه تراکنش ها تو دست همگان هستش پس. حالا یه سوال. ممکنه که یکی از این دفتر کلا و بقیه اختلاف پیدا کنه. دیگه مثل دفتر کل متمرکز یه مرکزی وجود نداره که بیایم هند اختلافات از طریق اون مرکز انجام بدیم. چیکار میکنیم؟ پس اختلاف حساب توی دفتر کل غیر متمرکز چجوری انجام میشه؟ اون متمرکز رو میرفتیم سراغ بانک. الان چی؟ برای برطرف کردن یعنی اختلاف حساب میایم از اجماع کمک میگیریم یا کانسنسز اجماع یعنی تمام کسانی که یه نسخه از دفتر کل تو دستشون هست با هم اجماع میکنند و اختلاف حساب برطرف میکنند و, بر می و اینکه به این اجماع برسن و اختلاف حساب برطرف بشه از چند تکنیک استفاده میشه رمزنگاری همتا به همتا همتا به همتا یعنی چی یعنی همون که اون واسطه نیستش همه کار برام با هم به طور مستقیم در ارتباطن چنین شبکه یا میگیم همتا به همتا پروتکل اجماع حالا معروف ترینش اگه شنیده باشید اثبات کار هستش مثل حالا من نوشتم اثبات کار که معروف ترینش هستش اینا میان به اجماع میرسن و اختلاف حسابه برطرف میشه تو دفتر کل توضیح شده پس دفتر کل توضیح شده تکنولوژی هستش برای نگهداری اطلاعات که میخواد هیچ کدوم از اون معایب دفتر کل متمرکز رو نداشته باشه اطلاعات توی سیستم تک تک کاربران ثبت بشه همه اون اطلاعات رو داشته باشن سرعت افزایش پیدا کنه اطلاعات تنها توی یک سرور نگهداری نشه که امنیتش بیاد پایین و انجام تراکنش فقط در صورت توافق حداقل نیمی از کاربران این که میگیم برمیگرده به همون اجماع که حالا صحبتشو میکنیم و دیگه عدم نیاز به شخص سالت اینا اتفاقاتی هستش که میخوایم تو دفتر کل توضیح شده بیفته پیاده سازی بلاکچین تو شکرستان این شکرستانی ها میخوان پول مبادله کنن ولی بانک ندارن یا بانک دارن ولی قابل اعتمادشون نیست میخوا سیستمی رو پیاده سازی کنن واسه مبادله پولشون با همدیگه اینجوری تصمیم میگیرن که هر روز حالا به صورت قره کشی یه نفر مسئول بشه مبادله های اون روز رو بنویسه مثلا نوشته حسابای روز 20 فروردین از بهلول به خاجه الماس 600 تومن از اسکندر به پهلوان 400 تومن از خاجه الماس به نن قمر 450 تومن ها در پایان روز برگر رو تو میدون شهر نصب میکنه تو میدون چه خبره تو میدون حسابای روزای قبلم هست و موقع نصب باید مهرمون بشه به حسابای روزای قبل بلاکچین هم همینطوری کار میکنه بلاک چین به این صفحات کاغذ میگه بلاک به جای این مهرمومه از رمزنگاری واسه زنجیر شدن بلاک ها به هم دیگه استفاده میکنه پس در میدان شهر ثبت اطلاعات از روز اول وجود داره به همه به هم محروموم شدن حالا فرض کن یه نفر بخواد تقلب کنه پولی از کسی تو یه روزی قرض گرفته میخواد پاکش کنه روی صفحه کاغذ مربوط به اون روز که نمیتونه بنویسه چون خط خوردگی میشه دیگه تنها کارش اینه که اون برگ کاغذه مربوط به اون روزو بکنه بنویسه دوباره طبق حالا اون نفعی که این اون قرضی که گرفته رو حذف کنه تو حساب اون روز دوباره اون صفحه کاغذه رو جایگزین کنه وقتی میکنه این مهر به صفحه بعدی حساب روزه بعد هم کنده میشه دیگه همه اینا کنده میشه و باعث میشه که مجبور بشه که تمام حسابهای روزهای بعد رو هم دوباره بنویسه و خب این کار سخت و زمانبر و هزینه بره البته کار به این سادگی ها هم نیست ممکنه هر کدوم از اون ننه قمر و پهلوان و خاجه الماس که حالا بس غره کشی انتخاب میشن و بلاک و میسازن مثلا تو این روز پهلوان انتخاب شده تو این دو روز متوالی خواجه الماس انتخاب شده تو این روزم نانه قمر این هایی که می نویسن بلاکو به دفع خودشون بنویسن تقلب کنن تو نوشتن بلاک اون وقت چی بلاک چین برای جلوگیری از این تقلب راهکار داره می بینیم حالا تو فصل 3 در مورد الگوریتم های اجماع صحبت می کنیم الگوریتم های اجماع دقیقا قوانین و هایی هستش که تعیین میکنه که چه تراکنش هایی توسط چه کسی وارد بلاک چین بشه اون الگوریتم های اجماع جلوگیری میکنه از اینکه خب اطلاعات غلط وارد بلاک بشه هرکس به نفع خودش بده اطلاعات وارد بلاک کنه محتویات دفتر کل توضیح شده همطور که گفتیم اون برگ کاغذا بلاک تو بلاک چینن اینا به هم زنجیر میشن موم میشن توسط عمل هشینگ ببینید این ارتباط هایی که بین بلاک ها هستن هش هر بلاک ثبت میشه به عنوان اطلاعات بلاک بعدی به عنوان هش بلاک قبلی توی بلاک بعدی ثبت میشه و اینجوری میشه که اینا به هم مهرموم میشن و قابل تغییر نیست دیگه اطلاعات این چون وقتی که من اطلاعات اینو تغییر بدم هش این که تغییر کنه میفهمید که هش تغییر اطلاعات یه بلاک باعث تغییر هشش میشه تغییر هشش باعث چی میشه؟ باعث میشه که مهرمومه که کنده میشد این مثل این میشه که این با این دیگه نمیخونه همخونی نداره وقتی اطلاعات تغییر کنه این تغییر میکنه ولی اینجا تغییر نکرده با این باعث میشه که این زنجیره انگار کنده شده پس برای اینکه نفهمه اون تغییری که تو این بلاک داده شده باشه اون اتکره باید این بلاک هم تغییر بده یعنی چیکار کنه این هش که اینجا تغییر کرده اینجا تغییر بده بشه همون چیزی که تغییر کرده و بس این اطلاعات حالا یه هش جدید پیدا کنه همه این اتفاقات به صورت زنجیروار توی بلاک های بعدی میفته این میشه که ما اطلاعات رو توی بلاک دیگه غیر قابل تغییر و دستکاری میشه چون داره اینجوری زنجیروار به هم وصل میشن بلاکچین اینجوری محتویاتش تشکیل شده از دو کلمه بلاک و چین زنجیر. این فناوری پس همطور که تا الان گفتیم زنجیری از بلاک ها هستش و یک نوع سیستم ثبت اطلاعات که حالا مشترک هستش در دست تک تک کاربران هستش. تفاوتش همون اشتراک گذاشتن است که خیلی مهمه. به اشتراک میگذاره اطلاعات ذخیره شده روی سیستم برای تک تک اعضای شبکه. و با اون عمل رمزگذاری که انجام میده باعث میشه که امکان حذف و دستگاری اطلاعات وجود نداشته باشه تو این تصویر ابتدا ساختار همتا به همتا شبکه بلاکچین رو داریم میبینیم لایه همتا به همتا مسئول برقراری ارتباط آزاد میان کاربران شبکه هستش تو این شبکه موقعیت جغرافیایی کاربران متفاوته و تمامی کاربران نقش یکسان دارند یعنی کاربری تو شبکه سرویس دهنده نیست کاربر مصرف کننده کاربری تولید کننده بلکه همه کاربران هم میتونن مصرف کننده باشن هم تولید کننده اطلاعات ساختار شبکه همتا به همتا مبنای ویژگی غیر متمرکز بودن بلاکچینه توی قسمت داریم زنجیره بلاک ها رو میبینیم اطلاعات مجموعه ای از تراکنش ها و قراردادهای هوشمند در ساختاری به نام بلاک ذخیره میشه هر بلاک هم بلاک قبلی خودش اشاره داره بنابراین تمام تراکنش های انجام شده در شبکه در ساختاری اطلاعاتی فقط قابلیت اضافه شدن داره و حذف و اطلاعاتش امکان پذیر نیست ذخیره میشه کل این ساختار هم قابلیت ذخیره سازی به دست همه کاربران شبکه رو داره اینجا داریم برنامه های کاربردی بلاک چین رو میبینیم خب بلاک چین میتونه توی رمز ارزها استفاده بشه حالا رمز ارز بیت کوین رو میبینیم اتریوم میبینیم یا مثلا تو فکتوم فکتوم در حقیقت بخشی از نسل آینده بیت کوین هستش اومده که یه سری مشکلات بیت کوین رو حل کنه سرعتش و هزینهش و تراکنش‌های تو بلاکش و اینا رو حل کنه و حالا یه سری کاربردهای دیگه که در انتهای فصلم با یه تعدادی از اون کاربردها آشنا میشیم خب کاربران بلاکچین ماینر ها هستن که همون شنیدیم حتما استخراج کننده ها که در واقع هر کاربری که سی قوی داشته باشه اینطور که بتونه دانلود کنه نصب کنه اجرا کنه نرم افزار به همون چین رو میشه ماینر بلاکچین ایدئال حالا چیه همه بلاکچین ها سعی میکنن که خودشون رو به این ایدئال نزدیک کنن ایدئال یعنی چی اولین ویژگی که خیلی مهمه عدم تمرکز بالا بودن ترد کاربران یعنی از هر نقطه جغرافیایی کاربر داشته باشن و قدرت در دست همه کاربران باشه اینجوری نباشه یه ای کاربری که مثلا سیپیشون قوی باشه حالا اینو جلوتر بحث میکنیم بازم مفصلتر اینجوری نباشه که قدرت در دست یه تعدادی که حالا توانایی بیشتری از یه جهتی داشته باشن قدرت در دست اونها متمرکز بشه عدم تمرکز بالا داشته باشه امنیت داشته باشه در مقابل انواع حملات امن باشه ما میدونیم که بلاکچین تونسته به خوبی در برابر حملات سایبری که سنتی هستش مقاومت کنه اما مجرمان سایبری هم با روی جدید تونستن خب به فناوری بلاکچین هم حمله کنن اینجوری نیستش که خب فناوری بلاکچین کاملا امن باشه حتی قوی ترین ها هم مورد حمله قرار می گیرن. چرا چون توش پوله هر جا که پول باشه حمله هستش اما به هر حال بلاک چین ایدئال اونیه که خب امنیتش بالاتر باشه در مقابل انواع حملات مقیاس پذیری مقیاس پذیری هم یکی از ویژگی های بلاک هستش که به قیاس پذیری یعنی این که هزاران ثانیه ثانیه‌ر بتونه مدیریت کنه سرعتش بالا باشه بر اساس این سه ویژگی خب بلاکچین ها همونطور که گفتم در تلاش هستن که خودشونو از نظر این سه ویژگی به ایدئال برسونن دیگه اما حالا دسته بلاکچین هایی که وجود دارن هر کدومشون تو یکی از این سه ویژگی نقص دارن دسته اول بلاکچین های سنتی یا نسل اول هستن مثل بیت کوین از هر جای دنیا کاربر دارن بلاکچین های عمومی هستن هر کسی تو هر جای دنیا بدون هیچ مجوزی میتونه کاربر شبکه باشه غیر متمرکز بودنش خوبه ایداله امنیت داره ولی کن مقیاس پذیر نیستش مثلا بیت کوین حدود 5 تا 7 تراکنش رو ثانیه انجام می‌ده. سرعت انجام تراکنش پایینه مقیاس پذیری پایین داره به همین دلیل بلاکچین های خصوصی اومدن این مقیاس پذیری پایین بلاکچین های سنتی و در واقع این زعفر رو برطرف کنن اومدن تعداد کاربراشون رو کم کردن از این طریق تونستن خب مقیاس پذیریشون رو ببرن بالا و از این جهت که خب اون تعداد کاربران کمشون رو خودشون انتخاب میکنن خود اون شرکتی که اون بلاکچین رو راه اندازی کرده و من مثل بلاکچین سنتی هر کسی تو هر نقطه از دنیا بدون مجوز نمیتونه وارد این بلاکچین خصوصی بشه یه تعدادی خاص تعدادشون معمولا کمه بین 10 تا 100 تا کاربر هستش همون تعداد خاص مجوز ورود به این بلاک رو دارن پس با این فرض که خب اون تعداد خاص معتمد باشن و امن باشن خب امنیتش خوبه مقیاس پذیریش بالا هستش ولی خب چون تعداد کاربرانشون رو کم کرده دیگه اون ضعف عدم تمرکز رو داره متمرکز شده دست یه تعداد کاربران خاص مثل بایننس از جمله بلاک های خصوصی هستش حالا پس این بلاکچین های سنتی توی مقیاس پذیری ضعف داره این بلاکچین های خصوصی توی عدم تمرکز ضعف داره حالا این اکوسیستم های چند زنجیره ای خواستن اون عدم تمرکز بلاکچین های خصوصی و این ضعفش رو برطرف کنن خب پس اون خواسته غیر متمرکز تو خودشون تقویت کردن مقیاس پذیریشون هم بالا هستش ولی امنیت و قربانی کردن مثل پولکادات نمونه موفق این نو بلاکچین هستش پس نگاه کنیم هر دسته از این بلاکچین ها توی یکی از اون ویژگی های بلاکچین ایدئال ضعف دارن بلاکچین نیستش که هر سه اون ایدئال داشته باشه حالا یه سوال آیا بلاکچین همون دفتر کل توضیح شده است نه بلاکچین تنها یک نوع از دفتر کل توضیح شده است دفتر کل توضیح شده های دیگه هم داریم مثل رادیکس مثل هولوچین خب فقط یک نوع از دفتر کل توضیح شده است خب سه چهار هزار تا رمز ارز تولید شده ولی خیلی از اونا هیچ یوزری ندارن بین همه اونا شاید 100 تا 200 تا رمز ارز هستش که قابل مطالعه و توجه باشه و مثل این رمز ارز تولید کردن کاری نداره مثل اینکه شما میتونید به راحتی وبسایت درست کنید ولی وبسایت به خودی خودش که ارزش نداره وبسایت مثل گوگل و آپارات ارزش دارن تولید رمز ارز هم همینطور به تولید وبسایت ولی وقتی ارزش پیدا میکنه که کاربر داشته باشه وقتی ارزش پیدا میکنه به اون ایدئال خودش نزدیک بشه دیگه ما اینجا میخوایم چند تا از محبوب ترین رمز ارزها رو بگیم بیت کوین بیت کوین مخففش BTC نفر اول حجم بازار قدیمی ترین رمز ارز هستش علاوه بر این محبوبیتی که داره سرعتش پایینه پنج تا هفت تراکنش تو ثانیه حالا به دلیل ساختار و اون الگوریتم اجماعی که داره سرعتش پایینه به طلای دیجیتال معروفه تو سال 2008 راه اندازی شد رمز ارز بعدی اتریوم مخففش ETH ای تو سال 2014 راه اندازی شد برنامه نویس اتریوم رو خیلی دوست دارن برنامه نویسی رو اتریوم میشه انجام داد به نام اسمارت کانترکت قرارداد هوشمند به این دلیل برنامه نویسا خیلی اتریوم رو دوست دارن پول قابل برنامه ریزی هم بهش گفته میشه یعنی میتونی برنامه نویسی کنی که اگر این اتفاق افتاد اینقدر پول از حساب فلان کس به حساب فلان کس منتقل بشه دقت کنیم تو قراردادهای سنتی که در حال حاضر توی جهان متداول هستش همیشه یه واسطه وجود داره اون واسطه هم به دلیل اون تنظیم قراردادی که میکنه یه مبلغی رو به عنوان کمیسیون دریافت میکنه حالا توی این قراردادهای سنتی امکان تغییر یا حذوهم وجود داره هرکس طرفین میتونه به دلیل زیر قولش بزنه و قرارداد به هم بزنه اما تو قرارداد هوشمند سمارت کانترکت ها که این قابلیت و اتریوم ایجاد کرده رو بلاکچین و حالا بعد اتریوم رمز ارزهای دیگه هستن بلاک های دیگه هم هستن این قراردادهای هوشمند دیگه چه اتفاقی نمیافته دیگه خود به خود وقتی که شما چه برنامه ریزی واسه پول کنی هیچ قابل تغییر و حذف و دستکاری نیستش خود به خود اون اتفاقی که توی اون قرارداد نوشتیم به طور خودکار انجام میشه بیت کوین کش مخففش BCH بیت کوین کش مثل بیت کوینه تا سال 2017 هیچ بیت کوین کشی وجود نداشت. سال 2017 یه سری کاربران از بیت کوین جدا شدن و بیت کوین کش رو درست کردن. به چه ایده ای؟ در واقع بیت کوین دو دسته شدن. یه دستشون بیت کوین کش، شبکه بیت کوین کش شدن. به این ایده که اندازه بلاک بلاک که میخواد توش تراکنش ها قرار بگیره رو اندازه بلاک رو تو بیت کوین خواستن بزرگتر کنن چرا بزرگتر کنن میخوان که سرعت رو ببرن بالا تو بیت کوین اندازه بلاک یک مگابایته بیت کوین کش ها اومدن اندازه بلاک به 8 مگابایت افزایش دادن با این کار چه اتفاقی افتاد تو بیت کوین سرعت تراکنش اینجوری بود که 5 تا 7 تراکنش رو ثانیه بود اما تو بیت کوین کش شد 60 تراکنش رو ثانیه متوسط ریپل مخففش XRP ریپل هم سال 2012 برای اولین بار افرادی به نام کریس لارسن و جک مکال اومدن این رمز ارز رو تعریف کردن ارائه دادن این رمز ارز بیشتر معادلات بانکی به عنوان یه شبکه پرداخت دیجیتال برای معامله های بانکی استفاده میشه لایت کوین لایت کوین یه بیت کوین سریعه همون ساختار بیت کوین رو داره فقط هدفش اینه که خب سریعتر با هزینه کمتر مبادلات انجام بشه اگر بیت کوین بگن طلای دیجیتال لایت کوین رو میگن نقره دیجیتال ای او ای سال 2018 راه اندازی شد شبیه اتریوم رو برنامه نویسی رو بلاک چین متمرکز شده و خواسته مشکلات اتریوم رو حل کنه سولانا سولانا یه پروژه منبع باز بسیار کاروردیه که بانک‌ها با استفاده از فناوری بلاکچین برای ارائه راه حل‌های های غیر متمرکز مالی از اون استفاده کردن ایدو کار اولیه این پروژه تو سال 2017 شروع شد اما رسما تو مارس 2020 توسط بنیاد سولانا که دفتر مرکزش روی سوئیس بود رو اندازی شد این سولانا چیکار کرد الگوریتم اجماعش رو عوض کرد حالا در مورد الگوریتم اجماع مفصل صحبت میکنیم اما الگوریتم اجماعی رو استفاده کرد که تو بیت کوین و تو اتریوم نبود. مدی الگوریتم اجماع ترکیبی استفاده کرد. الگوریتم اجماعی که ترکیبی هستش از الگوریتم اجماع اثبات تاریخچه پروف اف هیستوری و ترکیبش با الگوریتم اجماع اثبات سهام پرو و استیک. این باعث شد که مقیاس پذیریش هم بره بالا. با استفاده از این الگوریتم اجماعی که استفاده کرد. کاردانو مخففش ADA کاردانو تو سال 2016 توسط چارلز هاسکینسون یکی از اعضای سابق اتریوم بود توسط او تعریف شد و به این هدف که مشکلات نسل های قبلی رمز ارزها نسل اول رمز ارزها که بیت کوین باشه و نسل دوم که اتریوم باشه در صدد حل مشکلات اون رمز ارزها تعریف شد تاریخچه بلاک در مورد این سوال که چگونه می توان مانع جعل اطلاعات دیجیتال شد اولین بار تو سال 1991 دو دانشمند هابر و استورنتا دو دانشمند اومدن در مورد این سوال تحقیق کردن چجوری میتونیم مانع جعل اطلاعات دیجیتال بشیم اونها یه رای حلی ارائه دادن در واقع نسخه ابتدایی چین بود اونا گفتن که اطلاعات رو باید چیکار کنیم یه جوری باشه که شفافیت داشته باشه در دا دست همه باشه شفاف باشه رمزنگاری شده باشه و غیر قابل تغییر باشه یعنی اطلاعات به شکل بلاک های رمزنگاری شده به هم وصل بشن و با این طریق به کمک اون رمزنگاری که انجام میشه جلوی تغییرش رو بگیریم اینجوری بلاک ها بیان به هم زنجیر بشن تو بلاک چین و یک کپی از اون بلاک چینه در دست همگان باشه و بنابراین شفافیت رو ایجاد کنه در سال 1993 پرووا ورک یه دستاوردی بود که به ظهور بلاکچین خیلی کمک کرد ایدش از اینجا اومد که میخواست جلوگیری کنه از ایمیل های اسپم یا ناخواسته اما در حال حاضر جزء تکنیک های اصلی بیت کوین هستش در مورد پرو و ورک خیلی صحبت میکنیم حالا تو این آموزش در واقع اونها برای اینکه جلوگیری کنن از این ایمیل های اسپم یا ناخواسته اومدن گفتن که کسی که میخواد ایمیل بفرسته باید یه معمای ریاضی پرمصرف و پیچیده رو حل کنه و حل اون معما رو اون معادله رو بیاد توی ایمیلش بفرسته و اون طرف دریافت کننده ایمیل وقتی که جواب و دید تایید کنه خب اون ایمیل رو دریافت کنه یعنی تو ایمیل باید اون طرف فرستنده ایمیل باید به عنوان اثبات کار بیاد و جواب اون معما رو بفرسته خب این پورواورک به شکل آکادمی باقیمون تا سال 2008 تو سال 2008 یه شخصی یا گروهی با مستعار ساتوشی ناکاموتو اومدن یه مقاله‌ای دادن به نام بیت کوین پر تو پر الکترونیک کش سیستم توی این مقاله اومدن تکنولوژی بیت کوین رو توضیح دادن که خیلی تو ابتدا مورد توجه قرار نگرفت بیت کوین بود بود تا سال 2014 که اتریوم تعریف شد اتریوم یک گام جلوتر از بیت کوین رفت بلاک چین بیت کوین فقط اجازه تبادل ارز میداد ولی اتریوم علاوه بر تبادل ارز این امکان میداد که همونطور که گفتیم رو بلاک چین بتونیم برنامه نویسی کنیم اسم برنامه هم گفتیم اسمارت کانترکت اتریوم مثل کامپیوتر توضیح شده عمل میکنید که شما میتونید روی این کامپیوتر توضیح شده برنامه بنویسید اجرا کنید هم بهش اتریوم ویرچوال ماشین هم گفته میشه. در سال 2015 به دلیل رشد چشمگیر بیت کوین توجه عموم به آن بیشتر شد. تو سال 2016 بلاکچین دیگه وارد بانک ها و بورس ها هم شد تو سال 2017 مقاله توی هاروارد چاپ شد که بلاکچین رو به عنوان فناوری پایه معرفی کرد که میتونه مانند اینترنت دنیا رو متحول کنه و دوم اینکه که تو اواخر این سال 2017 بود که افزایش قیمت بیت کوین حتی داد هزار دلار هم اتفاق افتاد این یه تاریخچه ای بود از بلاک چین یه فکری که حالا توی افکار عموم وجود داره همیشه بلاک چین و بیت کوین یکی میگیرن فقط برای تاکید بیشتر با توجه به چیزهایی که گفته شد تا الان فهمیدیم که بلاکچین فناوری پایه بیت کوین هستش بلاکچین همون بیت کوین نیست بلاکچین یه نوع ساختار داده است کاربردش متنوع متفاوته حالا میبینیم کاربرداشو رو یکی از کاربردش رو ارزهای رمزگذاری شده است که حالا ارزهای رمزگذاری شده یکیش بیت کوینه پس بیت کوین یک کاربرد از تکنولوژی بلاک چین خود بلاک چین نیست که بیت کوین اومد تو سال 2008 معرفی شد و باعث به اوج شکوفایی رسیدن بلاک چین شد